با بررسی قطعنامه اخیر شورای اروپا که احتمالاً در روزهای آتی تصویب شود، میتوان گفت این قطعنامه فراخوانی برای اقدام علیه اسلام حراسی در اروپا به شمار می‌رود. این قطعنامه در حالی تصویب خواهد شد که کشورهای مختلف اروپایی شاهد افزایش اقدامهای ضد اسلامی و علیه مسلمانان که همه آن در قالب اقدامهای اسلام حراسانه می‌گنجد بوده است. همکارم هورا عبدالمجید گزارش می‌دهد. در حالی که اسلام حراسی در اروپا از سوی سیاستمدارانی که از لفاظی های ضد اسلامی برای مقاصد سیاسی خود استفاده می کنند افزایش یافته، نمایندگان پارلمان از 46 کشور در جلسه عمومی مجمع پارلمانی شورای اروپا PACE به قطعنامه ای رأی خواهند داد که مقام های چندین کشور اروپایی را به عادی سازی تبعیض متهم می کند و خواستار اقدام دولت برای پرداختن به اسلام حراسی به عنوان نوعی نژاد پرستی است. تحقیقات و توصیه های عفو بین الملل از جمله منابعی است که گزارش PACE بر اساس آن تهیه شده است. پیش از بحث و رأی گیری، نیلز موی ژنکس، مدیر منطقه عفو بین الملل در اروپا گفت این قطعنامه باید زنگ خطری باشد. قوانین، سیاست ها و شیوه های نژاد پرستانه جایی در اروپا ندارند. جنایات ناشی از نفرت علیه مسلمانان اغلب به طور رسمی ثبت نمی شوند یا به طور مؤثر مورد بررسی قرار نمی گیرند. نظارت بر مردان، زنان و حتی کودکان مسلمان به آسانی به عنوان یک عمل عادی پذیرفته شده و طیفی از اقدام‌های ضد تروریسم در خارج از چارچوب سیستم‌های عدالت کیفری بدون تدابیر کافی اجرا می‌شود. عدم تحمل، تعصب و تبعیض روزمره که بسیاری از مسلمانان تجربه می‌کنند، نوعی نژادپرستی است. قوانین مختلف در سراسر اروپا زنان مسلمان را از پوشیدن نمادهای مذهبی و لباس پوشیده در محل کار، مدارس و عموماً در انظار عمومی منع می کند. سیاستگزاران باید از لفاظی های نجات پرستانه و تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان دست بردارند و فوراً برای اطمینان از اینکه آنها می توانند از حقوق اساسی خود در برابری و کرامت برخوردار شوند و زندگی خود را بدون تبعیض زندگی کنند اقدام کنند. عفو بین الملل اعلام کرد زمانی که سیاستمداران ترس‌آفرین برای به دست آوردن رأی مسلمانان را شیطانی جلوه می‌دهند، مهمتر از هر زمان دیگری است که جوامع مسلمان بتوانند صدای خود را به گوش سیاستمداران برسانند. انتظار می‌رود که پس از تصویب گزارش مرتبط در کمیته برابری و عدم تبعیض مجمع با اتفاق آقا، این قطعنامه در جلسه عمومی مجمع پارلمانی شورای اروپا با رأی اکثریت تصویب شود. در 1 ژوئن 2022 عفو بین الملل یک بررسی منطقه‌ای از اسلام حراسی در اروپا را به کمیته برابری و عدم تبعیض PACE ارائه کرد که در آن نشان می‌دهد چگونه تعدادی از کشورها مسلمانان را در معرض طیف وسیعی از اقدام‌ها، قوانین، سیاست‌ها و شیوه‌های تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه قرار دادند. هورا عبدالمجید، اخبار شیعه.